سلام، من محمد محمدی هستم و خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام رو به سمع و نظرتان میرسونم. شهر مقدس کربلا این روزها مملو و از جمعیت است و همزمان با نیمه شعبان چراغ‌های رنگین، آذین‌بندی، پارچه‌ها، کتیبه ها و پرچم های یا مهدی به مناسبت میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در گوشه و کنار این شهر به ویژه اطراف حرم امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام نصب شده است. برافروختن 1189 شمع به مناسبت میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با مشارکت زائران، مداحی و مولودی خانی از جمله برنامه‌های حرم مطهر به مناسبت نیمه شعبان است. بخش موکبداری شهر مقدس کربلا اعلام کرد که 800 موکب را برای ارائه خدمات به زائران امام حسین علیه السلام در مراسم نیمه شعبان ثبت کرده بودند. هاشم الموسوی، معاون اداره عبور و مرور استان کربلا، طی سخنانی گفت این موکب‌ها از شمال استان کربلا تا جنوب آن در سه محور کربلا بغداد، کربلا نجف و کربلا بابل مستقل بودند و به زائرانی که با پای پیاده به کربلا می آمدند خدمت رسانی می کردند. وی افزود امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تعداد مواکب و زائران بودیم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌لوح به مناسبت روز جهانی زن بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه این سازمان که نسخه ای از آن برای خبرگزاری شیعه ویوز ارسال شده، به وضعیت زنان و برخورد حکومت افغانستان و ایران با دختران و زنان پرداخته و خواستار پایان یافتن سختگیری‌های این دو حکومت در برابر زنان شد. سازمان مسلمان آزاده همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که زنان افغانستان و ایران آینده بهتری داشته باشند و بتوانند راحت‌تر به حقوق طبیعی خود که طبق قانون الهی و قوانین بین‌المللی هم مشروع است دست یابند. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان است که چند ماه پیش با کودتای سفید در این کشور از سوی پارلمان پاکستان از سمت خود برکنار شده و به جای او شهباز شریف به نخست وزیری رسید. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بیشتر مردم پاکستان دولت ائتلاف این کشور را مقصر تورم بالا و مشکلات مالی می‌دانند و حمایت از عمران خان در آستانه انتخابات اوج گرفته است. بر اساس این نظرسنجی دیگر، میزان محبوبیت عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان از ژانویه سال گذشته از 36% به 61% رسیده است. لازم به ذکر است دلیل اصلی کودتا علیه دولت عمران خان مخالفت وی با ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک پاکستان و نزدیکی وی به مکتب تشیع بود. همانطور از وی نقل شده من از نظر اعتقادی شیعه هستم. سازمان ملل متحد به انتشار گزارشی نسبت به وضعیت اقلیت مسلمان اویغور در چین ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان یافتن رفتارهای دولت چین علیه اویغورها شد. سازمان ملل همچنین خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در چین شد و درخواست کرد از دولت که دولت مرکزی چین قوانین مربوط به کرونا را اصلاح کند، زیرا باعث پایمال شدن حقوق بشر در این کشور شده است. سازمان ملل در گزارش خود با استناد به برخی شواهد و مدارک به دست آمده و جمع‌آوری شده توسط کارشناسان از افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اویغورها که عددشان به 10 میلیون نفر می‌رسد خبر دادند. سازمان ملل متحد از قانون جدید مهاجرین که قرار است در بریتانیا تصویب شود انتقاد کرد. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس از این قانون جدید دفاع کرد و آن را اقدامی علیه مهاجرین غیرقانونی دانست و آن را مطابق حقوق بشر معرفی کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد این قانون را مانعی در مسیر مهاجرت افرادی که مجبور به مهاجرت هستند و نیاز به کمک دارند دانست.
گفته می شود سال گذشته 45,000 نفر از کشورهای مختلف جهان به وسیله قایق و کشتی به طور قاچاق خود را به خاک بریتانیا رساندند. بعد از افزایش ورود افراد مختلف از طریق غیرقانونی به بریتانیا، دولت این کشور تصمیم به تصویب این قانون جدید گرفت. منابع رسانه عربستان با انتشار بیانیه رسمی وزارت کشور سعودی از اعدام سومین شیعه عربستانی در یک هفته اخیر پرده برداشتند. در این بیانیه که صبح امروز منتشر شد، این شهروند شیعه که حیدر بن ناصر آل‌تهیف نام دارد، به عنوان یک فرد جنایتکار و تروریست معرفی شد. وزارت کشور سعودی این جوان شیعه را به تلاش برای برهم زدن امنیت داخلی این کشور متهم کرد. گفتنی است حکومت سعودی طی دو سال گذشته، یعنی از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، ده‌ها شیعه را به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است. محققان برزیلی به تازگی مطالعه‌ای را در رابطه با غذاهای فراولی شده انجام دادند که نشان می‌دهد این غذاها ممکن است باعث ایجاد افسردگی شود. در این مطالعه 2572 دانشجو و فارغ التحصیل از نظر مصرف غذاهای فراوری شده و سهم مصرف هر کدام مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین عادات غذایی و سبک زندگی آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. افرادی که بدترین رژیم غذایی با مصرف حداقل 31% از مصرف روزانه های غذای فوق فراوری شده داشتند، تا 82% بیشتر نسبت به بقیه افراد در مرز خطر ابتلا به افسردگی تشخیص داده شدند. به گفته محققان، غذاهای مصرفی می تواند روی خلق و خوی فرد تأثیر گذارد. این مواد از طریق شیمی مغز روی احساس هر فرد نسبت به خود نیز مؤثر است. مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف یکی از اماکن مشهور در شهر مقدس کربلا است که در نیمه شعبان شاهد حضور میلیون ها زائر است. مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در سمت چپ نهر الحسینیه فعلی در ورودی شمالی شهر مقدس کربلا در منطقه باب سلالم قرار دارد. این مقام به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نامگذاری شده است. چنانکه گفته می شود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در این مکان نماز گزارده است و به همین دلیل یکی از زیارتگاه های بسیار مهم شهر مقدس کربلا به شمار می رود و آن را به مکان مهم و قسمت مهمی از مراسم نیمه شعبان تبدیل کرده است. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.